رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ وارد یمن شد. در پی شیوع گسترده و بی سابقه بیماری وبا در یمن، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در سفری 5 روزه روز یکشنبه وارد یمن شد. مسئولان کمیته بین المللی صلیب سرخ پیش بینی کردند که اگر اوضاع وبا در یمن به همین شکل باشد، تعداد مبتلایان تا 2 ماه دیگر به بیش از 600 هزار نفر می رسد. قرار است رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در سفر 5 روزه خود به یمن از شهرهای عدن، تعز و صنعا بازدید کند. پیتر ماوریر بدون اشاره به عوامل بروز وبا در یمن گفت: فاجعه بزرگ این است که شیوع بیماری وبا فاجعه انسانی و ساخته بشر است. این یکی از تبعات مستقیم هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های یمن است که به دنبال آن سیستم بهداشتی نابود شد. به افزود، جلوگیری از مرگ و میر بیشتر در این کشور امری ممکن است، اما باید محاصره کشورهای متخاصم علیه یمن کاهش یابد و اجازه ورود مواد دارویی و بهداشتی به این کشور داده شود. کمیته بین المللی صلیب سرخ پیشتر اعلام کرده بود که هر روز 7000 مورد ابتلا به وبا در یمن ثبت می شود که با رشد جمعیت مبتلایان انتظار می رود سرعت ابتلا بیشتر شود. مسئولان بهداشتی یمن می گویند که بیمارستانها بیش از ظرفیت خود مریض دارند و کمبود شدید غذا به سوء تغذیه گسترده منجر شده که به ویژه کودکان را در برابر وبا آسیب پذیرتر می کند. بر اساس اعلام صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف، بیش از 3 میلیون نفر نیز در یمن دچار سوء تغذیه شدید هستند.